بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد 349 میلیون نفر در کره زمین نمی‌دانند که غذای یک وقت بعد خود را از کجا دریافت خواهند کرد و این رقم در حال افزایش است. این اداره می‌گوید تا پایان سال جاری به 150 میلیون تن آسیب پذیر غذا کمک می‌شود که یک رقم بی سابقه خواهد بود. کارشناسان در این حوزه می گویند که ترکیب از عوامل باعث شده است تا ناامنی غذایی به وجود آید. آنان شیوع ویروس کرونا، بدامنی ها، تغییرات اقلیمی، از جمله سیلاب بی سابقه و خشکسالی ها، قیمت بالای انرژی و حمله 24 فوریه روسیه بر اوکراین را دلایل این وضعیت می‌دانند. اما حتی قبل از جنگ در اوکراین، قیمت مواد غذایی در اوایل سال جاری در مقایسه با 10 سال گذشته و مواد سوخت نظر به 7 سال گذشته بلند بود. ما از قبل در مورد تورم صحبت می‌کردیم. بنان زمان جنگ در اوکراین در گرفت، همه چیز برجسته شد. بر علاوه این وضعیت به دلیل پیش آمده است که اوکراین و روسیه برای بسیاری از کشورها منبع خوب غذایی می باشند. ویل مارتین، عضو ارشد پژوهشی در مؤسسه بین المللی تحقیقاتی سیاست غذایی مستقر در واشنگتن، در مورد می گوید اوکراین و روسیه بازیگران مهم در تولید گندم در سطح جهان هستند. سهام بازار آنها حدود 4.8% و سهم آنان در بازارهای صادرات جهانی به مراتب بیشتر است. بنان اگر شما انتقال آزادانه از بحیره سیان نداشته باشید، پس شما با مشکلات بزرگ در خارج روبرو می شوید. جنگ به دلیل نگرانی ها از اختلال در عرضه و تحریم بر صادرات نفت و گاز روسیه، قیمت انرژی را بلند برده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت کود کیمیایی نسبت به سال 2019 تا به 250% افزایش یافته است و حاصلات دیاقین کوچک که توان کافی را برای خرید کود کیمیایی نداشتند، کاهش یافته است. عارف حسین، اقتصاددان ارشد برنامه جهانی غذا، در مورد میگوید در حال حاضر با تمام آنچه اتفاق میافتد، ما شاهد کمبود حدود 66 میلیون تن مواد غذایی هستیم که به دلیل کمبود یا هم عدم توان پرداخت مالی به وجود آمده است. ما در مورد محصولات چون گندم، جواری، برنج صحبت میکنیم. 66 میلیون تن مواد غذایی برای سیر کردن 3.6 میلیون نفر در یک ماه کافی میباشد. کارشناسان مسئولیت غذایی در حال حاضر دسترسی به کود کیمیایی و اقلیم را برای سال 2023 تحت مشاهده قرار دادند. مکسیم توریر، اقتصاددان ارشد در سازمان غذا و زراعت ملل متحد است. او میگوید در مورد گندم و جواری باید گفت که اینها بیشتر بر اقلیم بستگی دارند. به عنوان مثال، ارجنتین در حال حاضر با مشکلات اقلیمی مواجه است که میتواند برداشت محصولات را صدمه بزند و این وضعیت را ما از نزدیک مشاهده میکنیم. میتواند این وضعیت در ایالات متحده ای امریکا نیز رخ دهد. جریان بی‌رویه غلات و کود کیمیایی از روسیه و اوکراین تحت توافق انتقال غله از بحیره سیاه برای مسئولیت جهانی غذا بسیار حیاتی می باشد. از سوی هم اقتصاددانان می گویند که دلار قوی امریکایی فشارهای پولی را بر ده‌ها کشور فقیرتر که وابسته به واردات هستند و نیاز به کاهش قرضه دارند افزایش می دهد. با نگرانی ها از افزایش ناامنی غذایی، سازمان ملل متحد اخیراً اولین هماهنگ کننده پیشگیری و پاسخگویی به این وضعیت را معرفی کرد. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.